بازی شطرنج یک بازی فکری و استراتژیکه، یا اگه آقای رئیسی بود میگفت بازی استراتژیسته. ولی این بازی، در این بازی هر مهره‌ای حرکات مخصوص به خودشو داره و خاصیت و ضعف‌های منحصر به فرد داره. ما الان داریم با جمهوری اسلامی شطرنج بازی میکنیم. البته اونا بیلیارد تو جی بی بهتر بلدن تا شطرنج، ولی به هر حال ما باید باشون شطرنج بازی بکنیم. و کسایی که شطرنجشون خیلی خوبه و مسترن، اونها میتونن از هر مهره حد اکثر استفاده رو بکنن. هیچ کسی رو شما پیدا نمیکنید که شطرنجش عالی باشه و بگه که من از رخ خوشم نمیاد، یا از اسب بدم میاد، یا پیاده رو اصلا براش استفاده ای ندارم. اینا از همه مهره ها حد اکثر استفاده رو میکنن و حتی با پیاده هم میتونن شما رو کیشماتتون بکنن. یک متاسفانه یک کاری که بعضی از افرادی که با جمهوری اسلامی بدن دارن انجام میدن اینه که همین جوری دارن از اعضای این ائتلاف ایرادگیری میکنن و میگن من از این خوشم نمیاد، از اون خوشم نمیاد، من فقط از اون خوشم میاد. شما باید شعورتون برسه که وقتی دارید شطرنج بازی میکنین، باید به عنوان از هر مهره به عنوان یک مهره شطرنج بهش نگاه بکنین و حد اکثر استفادهش رو بکنین. اون کارهایی که مسیح علی نژاد میتونه انجام بده و درشون خوب هست فرق میکنن با کارهایی که شاهزاده رضا پهلوی خوب هست توشون و ایشون داره انجام میده. کارهای همدیگه رو اینا کامل میکنن. اینجوری باید به جریان نگاه میکنیم، با هم هیچ تضادی ندارن. کاری که حامد اسماعیلیون یا نازنین بنیادی میکنه و چیزهایی که اونا ارائه میدن برای این جنبش با همدیگه فرق میکنن، ولی در جمع همه اینا همدیگه رو کامل میکنن و کمک میکنن به این تیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو شکست بدیم. خواهش میکنم ازتون بیلیارد تو جی بی بازی نکنین و یه خورده عقلتون رو به کار بندازین. متاسفانه من دست یک سری از شماها بسیار اعصابم خرد شده و اعصاب مصاب دیگه برام نمونده و یه عده‌تون رو مجبور شدم فوش بدم در این مسیجایی که به من میدادین. من که دائما دارین با افکار منفی و تفرقه اندازی به جای اینکه تمرکزتون باشه از بین رفتن جمهوری اسلامی، داریم دائم از این مهره ها ایراد بگیریم. من از این خوشم نمیاد، من از اون خوشم نمیاد. باید از همه مهره ها برای پیروزی استفاده کرد. قل اعوذ برب الناس، آرمان ما ایران بی ملاست.